حضرت در خطبه 23 ما را متوجه کردند که باید از طریق تقوا اون چه باید به دست بیاورید رو به دست بیاورید، و بعد فرمودند که حالا که جایگاه تقوا جایگاه نیل به همه آرمانهای حقیقی انسان است، عمل در این دنیا در فرصت این دنیایی با اون فضای تقوایی شما رو به اون چی که باید برساند میرساند. یک نگاهی به امکانات خودتون بیندازی و یک نگاهی به شرایطی که در آینده ما درش قرار میگیریم بیندازی تا اون چه باید بکنی. برای اینکه زندگی متقیانه نصیب انسان بشود، یکی این که باید بفهمد این دنیا یک فرصت است، یعنی محال است که چیزی در این دنیا جای خودش بنشینه الا این که فرصت بودن این دنیا در ذهن و فکر ما مطرح باشه و شکوفا باشه. یک چیز منطقی هم هست، مثل اینه که انسان در یک کشتی یک کارهایی را میخواد بکنه، چه موقع این کارها در جای خودشه؟ وقتی متوجه باشه که در کشتی. اگر در کشتی بودن فراموش بشه، کلیه حرکات این جا خودش نیست، هر فکر و برنامه ای که بریزد غلط است، نیتش درسته، شرایطش رو نفهمیده. اینه که این سخن رو ازش غافل نشید، التفات بفرمایید. عرض ما این است و فرمایش بزرگان، محال است هیچ عملی در این دنیا در جای خودش قرار بگیرد الا اینکه متوجه باشیم این دنیا یک فرصت است. واقعا مثلا در نظر بگیرید یک کسی که توی کشتیه بخواد یه برنامه دراز مدتی در تو کشتی بودنش بریزه، خب بعد چقدرش نتیجه میده؟ هیچی، چون وقتی رسید به ساحل دیگه باید بیاد پایین، یه خوردش هم نتیجه نمیده. عکسش اگر یه خورده برنامه بریزد ولی بر اساس اینکه در کشتیست بریزد، خب وقتی رسید به ساحل برملا و بر هوا نشده است، چون با همین اساس برنامه ریزی کرده است که میاد به ساحل. این که میگن موقعیت خودتون رو بشناسین تا برنامه هاتون پوچ نباشد، به همین جهت هست و امام ها و دین همه کارهای ما رو نجات دادن. وقتی چشم ما به فرصت بودن این دنیا باز شد، بقیه کارهای ما بر اساس همین واقعیت بنیادش گذاشته میشد و کارهاییست که از بین نمیده. عمده اینه که در اون عمق جانمان، زاویه ذهن و ذکر و عقلمان هیچ وقت بسته نشه که این دنیای فرصت است.
دیگه مسائل زیادی اینجا مطرحه، چه بسیار کارهای پوچ که به جهت این که در زاویه قلب و عقلمون فرصت بودن این دنیا پنهان شده است، کارهای اساسی جلوه میکنه، بهش گرفتار میشیم، خودمونو میبندیم، خودمونو بهش گره میزنیم و بعد به هیچی گره زدیم و عکسش. چه بسیار کارهای جدی و اساسی که واقعا مهم ماست در ازای اینکه زاویه دیدمون از فرصت و موقت بودن دنیا بسته میشه، چیزی حساب نمیشه، سبک جلوه میکن. این چیزیست که خیلی باید به قلبمون برسونیم. این که حل شد، حالا این حرفای حضرت عجیب جا خودشه. فرمود خیلی خوب، این فرصت را با چی میخوای محتوا بدی؟ فرصت را محتوا میدن. یک گرگ که گرگی کارشه، دریدن را برای کار نمیکنه، دریدن را برای اینکه در یک محلی در فرصتی عملی رو محقق کنه انجام نمیده، دریدن میشه کارش. کیه که کارهاش جهت داری براش معنا میده، کارهاش معنی اصلا میده؟ گرگ نمیدره برا کاری، معنی نمیده. و گرگ بگو چرا میدری؟ اصلا این سوال غلطه، چون گرگیت یعنی دریدن. چه دریدن گرگ سوال برمی انگیزد؟ وقتی که کاری کنار این دریدن دنبال بشه. عکسش هم انسان‌هایی که محتوا نمی‌دانند برای زندگی و زندگی را خودش چیز می‌دانند، اصلا ما برای کارهاشون چیزی نمی‌طلبند. عین گرگی است که می‌درد و یا خوکی است که می‌خورد. کی این دوتا دست دوم میشن؟ وقتی یک فرصتی، یک ظرفی است، میخوام این ظرف را با محتوا پر کنیم. حالا اصالت با فرصت است و ظرف، اون وقت میگم خب اینو با چی پر کنیم؟ اون وقت چون و چرا پیش میاد. اینجاست که حضرت بعد تو بحثای اون جلسه را فراموش نکنیم، فردن آدم ها حالا که زمینه عمل هست، جای این عملتون رو شناختید، ماوراء این عمل را فهمیدید، حالا عملی را در این ظرف فرصت ها گزینش کنید که این بهترین عمل هاست برای اون فرصتی که فرصت است لا غیر. اینجا بود که فرمودن فعملوا ولعملوا یرفع، عمل کنید تو این فرصت، عمل بالا میره. اگه حوصله داشته باشه نکاتی اینجا خالی هست. خیلی عجیب. گاهی آقا میخواید بخونیم تو کل فرمایش این، یعنی زاویه دوم فرمایش حضرت، یه نکته عمیقی خوابیده است. یه دوتا نکتهش رو میخونیم تا اونا بابش رو باز کنیم. فعملو ولعملو یرفع. آدم ها پس عمل کنید که عمل بالا میره. مگه بنا بود بالا نره؟ و حالا بالا میره به چه معناست؟ و توبتو تنفع. آقا عمل کنید، توبه رو عمل کنید که توبه فایده خواهد داشت. باش جاش کجا؟ چرا؟ و دعا و یسمع، عمل کنید و دعا رو عمل کنید که دعا شنیده میشه. و حال و حادعه، و زمان زمان آرامش است. و اقلام و جاریه، و
و زمان زمان است که قلمها جاری میشه در نوشتن اعمال. و باد رو به اعمال عمرن ناکسا، همت کنید به انجام اعمال در حالی که این عمر میشه کنه تمام شد نکس برمیداره. یعنی ما بعد از این دنیا عمر نداریم؟ نه، بودن در عمر اسمش روش است، یعنی امره، یعنی آبادان کردن، عمران آباد معنی نمیده. تو آبادانی وجودن در فرصت همین، در کدوم فرصت؟ و والعمل و یرفع و توبت و تنفع، در یه شرایطی اسم این شرایط گشتن عمر. بقا نه، بقا ابدی است، نفس و جسمانیت و القدس روحانیت و بقا، بودنت همیشگی است. مرگ معاد مقابل عمر است. جملات حضرت بعدش نه دیگه، میگه یه مرضی میاد نمیذاره دیگه کار کنی. او موتن خالصا، یه موتی میاد تو خلصت میبره، میرو بایدت. بعد شروع میکنن قصه موت را گفتن که فإن الموت حاقمون لذات کن. اون چه که باید عزیزان حل بشه برای مون اینه که اون فضایی که این جملات اونجا معنی فرهنگی خودش رو داشت رو پیدا کنیم. شما میدانید که ما اون فضا و فرهنگ رو از دست دادیم و تا اون زبان و حال و عالم را پیدا نکنیم اصلا نمیتونیم مقید به این حرف ها بشیم. این حرف ها ما را نمیکند از خودمون و در خودش فرو ببریم. پایگاهی که این حرف ها زده شده از مهم است، تا این حرف ها جا خودش باشه. شما به آدم های عادی نه، به یه دهی که خب یه فرهنگ دیگه یه زندگی میکنه بگوید آقا توبه کنید، به نظر من وقت خودتون رو بی خود صرف کرد، اصلا جای این توبه تو اون فرهنگ غیر این فرهنگ نیست. مفهومش هست، مفهومش جاش نیست. الان من هر چی بگم یه مفهومی داره، جاش نیست، جا خودش رو کشف نمیتونه بکنه. حوصله کنیم. ممکنه بگید خب حالا اون فرهنگ غیر فرهنگ ما، یه فرهنگ مثلا متجددین، توبه اونجا جاش نیست، بگوی اصلا نمیدونه اینجا توبه یعنی چه، جایگاه فکری و فرهنگی و قلبش کجاست. چقدر به خودتون تفهیم کردید و من به خودم تفهیم کردم که این مشکل من دارم نسبت به سخنان حضرت، یعنی جاواش گمه. چون حالا هرچی هم برای اون طرف از خوبیای توبه بگو، اصلا مدرنیست توبه نمیفهم. مگه ما از تیر مدرنیست نیست؟ من یه جور دیگه هستیم. اون فرهنگی که این جملات را می فهمده از خودش بی خود می شده و به خود این حکمت ها دل می بنده، اونا باید دنبالش باشی و اونم فقط از طریق همین فرمایشات ائمه می شه پیداش. من می خواد از این جمله شروع می کنم بعد تعمیمش می دم. جمله حضرت را ببینیم، وله خال و خاده اح. حال همینه که خودتون میگین، یعنی حالا زمان زمان آرامش هست. یعنی چی؟ میدونیم که در قیامت خودتون برای خودتانید، این دنیا خودتون برای خود ماورایتانید. این دنیا یه خودی استخدام شده تا یه خودی را بپرورد به نور رب. برای همین این دنیا در عین پشیمانی امیدواری دارید، مثلا یه کار غلطی که میکنید پشیمانی، ولی نابود نیستید، خسران محض حس نمیکنید، میگه خیلی خوب جبران میکنم. یعنی خود عاملت
به سوی خود آرمانی امکان تحرک دارد. یعنی پس شرایط شرایطی است که به خود گرفتار نیستی، به خود گرفتار نیستی، متوقف در خودت نیستی، همون تعبیر اقلاب، در زنجیرهای خودیت متوقف نیستی، میتونی درآی، میتونی بشی، میتونی بری، یعنی گرفتار نیستی در خودت. مقابلش میشه آرامش، یعنی مقابل گرفتاری آرامش است. هادئه یعنی تو در شرایطی هستی که میتونی، میتونی آرام باشی. یعنی چی آرام باشی؟ یعنی از خود مادونت بکشی خودت کنار و به خود مافوق دل ببندی، یعنی لجن مال خود مادون نشی، یعنی در چنگالها و لگدهای خود عمل کردت له نشی. خود عمل کردت درست عکس قیامت، در عکس قیامت در قل و زنجور زنجیر خود عمل کرده اید، جایی برای عمل دیگه نیست. حالا جملات بعدی حضرت هم دقت کن. یه نگاه ساده توحیدی است. یعنی هر کس که یک مؤمن متوسط هست این احوالات رو دارد که چی؟ متوجه است الانه از خود عمل کرده میتونه آزاد و آرام بشه، بهش دادن فرصت، چون میتونه از خود عمل کرده آزاد بشه. خب پس میدان گرفتار نشدن به خود عمل کرده هنوز هم نمیگن آرامه میشه. حالا جملات قبلی را دوباره نگاه کنیم. میفرماد که فعملو ولعملو یارفع، ای آدم ها نشستید عمل کنید، عمل بالا میره. یعنی میدان عمل هست، یعنی قول و زنجیر خود عمل کرده متوقفت نمی کنه، میتونی عمل کنی بالا برید، بالا برید، عمل عمل با عمل بالا میره دیگه. یعنی خیلی نگاه درستی که آدم به خودش خوب تفکیم کنه که آقا یک شرایطیست که میتونم عمل کنم، همین میتونم عمل کنم. در قیامت عمل کردنت را داری، اینجا عمل کردن جزء شخصیت ده که باز عمل کنی. شما میدونید که در قیامت اون چه کرده اید رو ظهور دارید براش، خودتونی دیگه، خودتون با تمام ابعاد شخصیتتون در ظهور و بتون بودن خواستید، فقط بودنی که سرمایه برایندیست از کارهای گذشته. پس این نگاه که آقا عمل حالا بالا میره، بعدن بالا نمیره، بعدن عملهای و توبت و تنفع، خیلی عجیبه، نظامی موقتی بدر مخصوص محدودی به نام حیات دنیایی که برگشت به خدا میشه. در قیامت تماما برگشت به خداست، همه جیغ میزنن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نفایده داره، پرده رفته از عقب، حضور حق مطرح است و تمام چشم‌ها مطلقاً به حق است، ولی نه به جهت اینکه سعودی و نفعی است، به جهت اینکه نظامی است و شرایطی است. این خیلی فرق می‌کنه که شرایطی که میگی خدا همین که برگشت به حق، و این کار است. در قیامت داریم که اصحاب اعراف نگاه به جهنمی ها میکنن، میگن ربنا لا تجعلنا من الذین من الظالمین. حالا ظاهرن آیه این باشه، خدای ما را از ظالمین قرار نده، من القوم الظالمین. یعنی میگن خدایا نکن، یا خدایا نکنه دنیاشون هم میگن، اونجا که نمیشه تکلیف، اونجا که نمیشه از خود چیزی بگه. چیز مفسرین اینجا خیلی خوب، مفسرین خوب اینجا خوب کار میکنن، خدا همشون رو حفظ کنه، دیار رحمت کنه اونایی که فوت کرد. که آقا این سوال است، مگه اونجا کسی میتونه نیایش کنه؟ خب نیایش یعنی نظر به حق، خدایا بکنه نکن. میگن نه،
این آدم ها که علل اعراف رجالون هستن، اینایی که فوق همه عالمن، نگاهشون که به جهنم میفته خودشون هم نگاه نمی کنن. ازا صرفت اصحاب النار، وقتی نگاهشون میخوره به جهنم، اون بنیادشون ظهور میکنه که ربنا لا تجعلنا مع الذی من قوم ظالمی. تموم شد. یعنی اون تدریج ربنا لا تجعلنای دنیاشون اونجا ظهور میکنه که شما اینجا الان که به این آدم های اهل دنیا و اهل حوث و کدورت طبیعت نظر میکنید چی میگی؟ مگه جز اون میگید که خدایا ما را با اینا نزدیک نکن، خدا ما جز اینا نشیم. الحمدلله که جهت ما جهت اینا نشیم. این نگاه و این گرایش فردا ظهور میکنه. فردا تو همه به طرف حق نظر کردن، ولی اون توبه دیگه توبه فایده دار نیست. تبرجعونی لعلی اعمل و صالحا کلا انها کلمتون هی قائلها. به بینشی قضیه توجه کنیم. میفرماد متوجه باش شرایط شرایطیست که میشه به این برگشت. خب بگو خب قیامت که تمش معنیش برگشت، اما بدون نه این برگشته هر روز، این ذکر، این توجه به حق، ایناست که تو را در بستر موقت دنیا اون چه باید بکند میکنه. و دعا و یسمع و دعا، این دنیاست که تقاضا از حق قابل شنیدن است. اون دنیا اصلا بستر تکلیف نیست، یک بستر تقاضا و اراده و نیت نیست. اصلا اون دنیا را که بشناسیم میفهمیم که خاصیت بستر موقت این دنیا چیست و چقدر کارهایی که دین به عهده ما گذاشته مبنا برای ما میسازه. میفرماد این دنیا تو تقاضا میکنی، این تقاضای تو این دنیا شنیدنی است. اون دنیا اصلا شنیدنی نیست، معنی نمیده. امده اون چیزی که دلم بخواد در انتهای همین امروز عرض کنم امشب اینه که ما بفهمیم آقا این نکته رو تا نفهمیم مسئله حل نمیشه، چون این شرایط ابدی نیست. ما فعلا در شرایط عمری، در شرایط عمری، عمر یک شرایط آبادانی دادن به شخصیت هست. بعدا میریم در شرایط موت، موت شرایط توقف شخصیت هست. این که آدم خیلی به ذهنش القا کنه، متوجه کنه که بابا در شرایط عمر دعا شنیدنی است، تو چرا برای خودت یک سرنوشت ابدی قائلی به نام اینکه دائم بگم و بشنون؟ این نمیذاره تو این فرصت را درست ازش استفاده کنی. این خیلی ذهن غافلی است که فکر میکنه همیشه در عمر است و همیشه در شرایط است که بکند و بشه، بخوانه و بشنون، توبه کنه و نفت داشته باشه، از من مادون قلزده خودش درآد. این اینه که نمیگذاره که اون تحرک لازم رو داشته باشه. میفرماد آدم ها ول اقلام و جاریه، این قلم ها که همیشه به جریان ریز، در فرصت محدود دنیا که میکنی و رقم میخوری، عمل میکنی و رقم میخوری، سیر داری، سیر تو را قلم های جاری جاری می کنند به سنخ سیر تو. اینا را که متوجهی همینطور که قلب ما عمل می کنه، خب قلمی هم که می نویسه قلم سنخ قلب است، همینطور که جان ما سیر می کنه، خب قلمی هم که جاری و سیر می کنه از سنخ قلب است. پس در واقع خودتون دارید میشنوید صدای قلمی که جاریست در عالم. به اندازه اصلا سیر مال این عالم است. پس قلم الهی در این عالم جاریست. از خود جریان قلم باید بفهمیم که ما به اندازه سیرمان این دنیا معنی
خودمون را داریم تثبیت میکنیم، چون در بعد این دنیا سیری نیست و قلم جاری هم نیست. نگاه به موقت بودن دنیا نگاهی که فرصتها را برای متوقف نکردن قلمهای جاریه میتوانیم مقتنم بشماریم. یعنی این که دائم متوجه باشیم که همه حالا که چی؟ همه حالا اومدیم اینجا نشستیم، بعد میریم خونمون، بعد میخوابیم، بلند میشیم، ما در مقابل چی قرار داریم؟ در مقابل قلمهای جاریه که به اندازه جریان و سریان جان ما می نویسن. یعنی این جان ما جهتش رو اگه گم کند، در واقع فرصتی که داشتش رو از دست داده. این اینه که هموار میکنه حیات دنیایی را. چه کسانی هست که در عبادیات و در تکالیف دنیایی فشار بهشون میاد؟ اونهایی که اولا این دنیا رو طولانی و ابدی بدانند. شما ببینید بالاخره شیطان در کمین من و شماست، یهو میاد سراغ ما که آقا تا چه صبح به این زودی بلند شی نماز بخونی، تا چه تحقیقات بخونی، میاد سراغ ما. یه چیزی که تمام این حیله را خونسا میکنه، یه میگم آقا برای حیات ابدی تا که موقت غیر اینه. عقل بیدار اینجا که تحت تاثیر وسوسه شیطان قرار نمیده، عکسش وسوسه را خونسا میکنه. اما حالا اگه متوجه نشیم همین بار سبا که هر روز صبح بلند شدن و به نماز جماعت رفتن برای سنگین میشه تا که راستی، یعنی بار به این سبکی که برای حیات ابدی 50 سال 30 سال و هر روز صبح بلند بشو تا در ابدیت جهت قلب در رخ جانان بیفته و فقط وحدت و سرور همون چه هست نصیبت بشه. اینجوریست که نصیب آدم بشه. وجه شدی این قلم ابدی جاری نیست، پس و باد رو بالاعمال عمرن ناکسا. خوب دقت کن، ظاهرش مشخصه، مبادرت کنین به اعمال در حالی که عمر شکست پذیر است. نکس یعنی شکست در انکسار، که عمر شکست پذیر است. یعنی چی؟ یعنی این که به خودت این خوب بفهم که این فرصت عمل الهی کردن را در ادای اون عمر شکست پذیر موقت از دست ندی. اینها باید مبانی وجودیش حل بشه تا مبانی اخلاقیش شور بیاره. به قول فیلسوفا باید اول از موجود به ماهو و موجود سخن بگیم، وقت باید و نباید حاجا خودش هم گرد. من خودم اینجوری اعتقادم که فرمایشات ائمه ما عموماً تکوینی که بوی تشریع هم میده و خواهش میکنم رو این زاویه هم نگاه کنم. یعنی عموماً ائمه بودنها رو توصیف میکنن و شدنها پرتو و نسیم و رایحه اون فرمایش این ها. حالا همین جمله داد برای عرضم نگاه کنید، می فرمان آقا عمل کنید، همت کنید، عمل کنید که عمر بودنیست شکست بردار متوقف محدود. یعنی جایگاه بودن عمل رو بشناس و عمل او وقت بودن تو میشه. بودن تو عمل میشه و نبودن تو نبود تو میشه. دوباره دقت کنید، در یک کشتی که دارد به مرور به ساحل میرسد، بودن ما چیه؟ خب بودن ما رستن به ساحله. بودن ما که مقیم کشتی بودن نیست.
آدم ما رسیدن به ساحل است. حالا کار مناسب بودنمون بکنیم، در واقع بودنمون رو در این معنا میکنیم. کار مناسب بودنمون چیست؟ بر کشتی بودنمون بیشتر دل بسپاریم یا برس به ساحل رسیدنمون؟ چینو بودنیست منطقی که به ساحل رسیدنمون رو بتنیم، بودنیست واقعی. خب یعنی آماده بشیم برای ساحل، هیچ کاری دیگه نکنیم، کاری نکنیم اصلا، بودن ابدیمون رو ازش غافل نشیم. بچه در رحم مادر بودن دنیایی خودش رو ازش غافل نمیشه، بودنی را برای خودش تنظیم میکنه، بودن ریه‌دار، بودن ریه‌دار. ریه میخواد چه کار بچه تو رحم مادرش؟ این بودن ریه‌دار عین خوب نگاه کردن به چیزی ماورای رحم مادر است. نگوید حتما که مگه بچه اونجا کاری میکنه. بله تکوین همیشه بیدارد، ما گرفتار تشریحیم که یعنی هوشیاری نفس مثل حالا در دوره جنینی کاملا هست. شما مگه خودتون ندیدید از این بچه ها که مثلا مرگشون نزدیک، فردا میمیرن، شما اصلا حرکات و سکناتش نبینید، فرق میکنید، به قول خودشون میگن دستمون دیگه به کاری نمیره دو اینا. این چیه؟ خیلی نفس میبینید آینده را، آینده نگری ذاتی تکوینی نفس هست. میمونه که ما با بد مشغول کردن این نگاهش رو ازش میگیم. حتما کشتی نشینی به نام نفس به راحتی موقت بودن کشتی را میفهمد و دل به ساحل سپردن را میفهمد، الا این که ما آنچنان مشغول کشتیش بکنیم که یادش بره که این کشتی موقت است و باید در ساحل پیاده بشه. وقتی که بچه پیاده شد مشکل میشه. حضرت میفرماد که اینا برای خودت حل کن که تو عمرت شکست بردار است و متوقف است. عمر یعنی آبادانی کردن شخصیت فرصت موقتی است و هرچه اقتضای اون آبادانی در این فرصت موقت بکن. نمیتونی هم نکنی، وقت آدم بیدار شد انجام میدی. بعد میفرماد که خب این یک آمرزن ها بسا، میفرماد که و بادرو بالاعمال، به عمل عمل کنید که هر لحظه ممکن است یه مرضی بیاد که بگیرد شما را، حبس کند شما را. میگه میاد، شما متوجه باش در شرایط موقت حیات دنیا معنی خودت بینه که در این فرصت با توجه به موقت بودن اون چه باید بکنی بکنی. و خب معلومه مرض که اومد تو را متوقف کرد و حبس کرد، نباختی. و آماتن خالصا، یا یه مرگی میاد میبرده تو خلصه خودش، ربایش، ربودن، دیگه هیچی نیستی از خوده. کدوم خوده؟ خوده عمل کننده دیگه نیستی. باش فکر کنی، من بر نمی کنم قضیه، چون از طرف تا فرهنگ این سخنان خوب روشن نشه این سخنا جا خودش نمی نشینه. ببینید برگردید به خودتون، منم برگردم به خودم، چی شده که بدون هیچ حکم عقلی و هیچ برآن استدلالی پذیرفتیم تا ابدیت همین جوریم که هست؟ جواب منو نده که نپذیرفتم. نه، نپذیرفتن عقلی را نمیخوام جواب بدید، نپذیرفتن قلبی. یعنی چی شده که قلب تصدیق نمی کند که مرگی میرسد و منو متوقف میکنه؟ این مهمه. دوباره برمیگردیم به هم، اینی که معنی موقت بودن دنیا و ابدی بودن آخرت را نمیشناسیم. دیگه چی را نمیشناسیم؟ نمیفهمیم عمر ناکس هست باستی و مرض حمله کننده و متوقف کننده است و مرگ خالص است. باستی دوباره یعنی به خلصه برنده. میگه ایناست که نمیذاره درست، من نگم تفکر درست
تحول کنیم، چه میدونم درست احساس، احساس لغت بهتریه اینجا، خودمون رو درست احساس کنیم. چرا نه؟ این که من نمیخوام الان اینا رو الگو بگیرم، احوال بزرگان شما شنیدین، بعضی از بزرگان هرگز قسم خورده بودن زمین رو آباد نکنند، برای همین قسم خورده بودن خانه نساز. بهشون که میگفتن چرا، گفته بودن میترسم از عمران خودم باز بمانم. ابو طالب مکی دیگه میشناسید، مرد بزرگیست دیگه، یه خونه بهش به ارث رسیده بود، اینقدر زندگی کرد تو یه قسمتش تا تاق اومد کن تاق اون قسمت باش، اومد تو این طرف زندگی، تاق این قسمت هم اومد، اومد تو دالون خونه زندگی، بعد که مرد تاق دالون خونم تاقش اومد. نرگرم نمیخوام الگو بگیریم، ولی این نگاهی که تا اینجا، البته اون ابو طالب مکی یه خونه باباش ارثش داده بوده، ظاهرا تو دالونش هم میتونسته زندگی کنه چون مکه بود از دیگه سرما زرد گرما که این، برای همین نباید الگو گرفت، ولی پیامش اینا باید گرفت. حالا تو مکه نمیشه تو دالون، اینجا نمیشه تو دالون زندگی، تو مکه شاید میشده چی بوده من چه میدونه. پیام اینا نیست که آقا چی شده که از موت خالص و مرض حابس و عمر ناچیز غافل شدی، این مهمه، این مهمه، این نمیذاره ما درست به تجزیه و تحلیل بکنیم. بعد حضرت برمیگردن و میگن تو رو مرگ یه خورده فکر کن، حتما میدانی که هنر مردن بهترین هنر زندگی کردن است و کسانی خوب میتوانن زندگی کنن که خوب مرگ رو بفهمن و مسلم اگه مرگ خوب فهمیدن خوبم میمیرن. چرا؟ چون که زندگی کردن رو میشناسن که مرگ رو اصلا چیزی نمیگیرن. مرگ اصلش که خب میدانید که یعنی این که آقا روزی رو خش ببینم و میگه غیر این تقدیم وی کنم، این جان عاریت که به دستم سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم وی کنم. ولی چی میشه که من خیلی تعجب میکنم، بعضی هم میگن آقا این مرگ هنوز برکتی حل نشده است. یه بار ما سر کلاس پرسیدیم کی نمره تک آورده است، یکی گفت همه، نگاه کردیم دیدیم که فقط این تک آورده است، همه را شناختیم. گاهی مثلا تعجب رادیو تلویزیون یه آدم های عجیب و غریبی یه مقاله که آقا مرگ مجهور همیشه یه بشریت، اتفاقا هیچ وقت مرگ مجهور هیچ کی نبوده غیر قرن مدرنیسم تکنولوژی که علم تجربی جایگاه تفکر بشر رو گرفته است، همه چی مجهور است. به قول آقا مسئله به نام خدا، خدا به قول باربر میگه که طوری شد نگاه کمیت گرایه گالیله که بعد از یه مدتی خدا مسئله شد، بحث موضوع قابل بحث شد. دقیقه همیشه اصلا اینا تو طول تاریخ بشر هیچ وقت مسئله نبوده، مثل روز روشن بوده است و مردم باش کنار میمدند و مصاحبش بودند و باش زندگی میکردند، با مرد زندگی میکردند. ولی همیشه این بوده است که انسانها اگر دنیا را میچسبیدن با مرگ مسئله دار بودند. دوتا بحث هست، فهمیدن مرگ یه بحث هست، مسئله دار بودن با مرگ یه مسئله هست که اهل دنیا همیشه درش مشکل داشتن. خیلی نکات خوبی داره، حالا یه خورده شده خونیم ببینیم انشاءالله مقدمه ای بشه. حضرت میفرمان که حالا که متوجه مرگ در خلصت میبرد، این خلصه را ساده نگیرید، خالص خودتونم دیدین بعضی این آدم هایی که در خلصه میرن یعنی هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ روحی ندارن ماورای همون قفل وجودی خودشون، همه وجودشون در قفل بودنشون. اون وقت یه وقتیست که وجودشون وجودیست که بی قفل هست، اون جداست، اذن دارن به تحرک. من دیدین بعض اهل قبر خودشون میگن دیگه، مثلا میپرسید چرا مثلا فلان روز نیومده سراغ ما، میگه معزون نبودم. معزون نبودم یعنی چی؟ قفل بودم. اون من دیدین اینایی که فوت میکنن بعد از 40 روز عموما میان به دیدن امواتشون، چون عموما تو 40 روز متوقفن، بعد موقع نه 1 سال متوقفن، بعد موقع بیشتر، بعد موقع 3 سال بعدش میرسه که یه سر به بازمونده هاش در دنیا بزنه. این همون در خلصه رفتن خاصی که توسط مرگ.
حالا حضرت خودش رو خوب ترسیم میکنه، میفرمان که فَإِنَّ الْمَوْتْ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ، میگه آدم ظاهرش نگه آقا لذات تو را منحدم میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا دوشگلوی های ما را تلخش میکنه، اصلا بیرونی فکر نکنه. من از گوشتالوبیا خوشم میاد دیگه خوشم نمیاد، یعنی لذات من از بین میبره. مثال یعنی این خوب حل بشه که آقا این دوست داشتن ها ابدی نیست که ما برنامه روی ابدی براش میکنیم. یکی از نکاتی که انشاءالله اتفاق بفرمان در دستورات بفرمان، یه وقت انسان فقط لذت میبره، یه هنوز در حد حیوان محض، یه وقتی که لذت میبره ولی نگاه میکنه که داره لذت میبره. این اولین قدم انسانیست. مثلا یه وقت همینطور جلو یه غذا هست یا حالا یه شهوت دیگه همینطور میخواد، مثلا ماورای نیستیم، ماورای این لذت نیستیم، این همون گور که دریدن بودنشه نه دریدن برای خوردن. اما یه لحظه آدم بیدار میشه میگه عجب خوشش میاد از خوردن، این خوشش میاد از خوردن خوش آمدن نیست، این فهم است. یعنی فهم از خوش آمدن دیگه خوش آمدن نیست، فهم است. خب فهم یه درجه از انسانی دیگه، از غریزه یه کمی آزاد شد. حالا همین رو ادامه بدید به کجا میرسید؟ یه جا فقط خاطره های خوش آمدن را داشت که اون با مرد شروع میشه مطلقش، برای اولیا نه، برای اولیا زودتر هم شروع میشه، البته این تا آخر بالاخره یه نحوش هست، ولی یه جا میرسید آقا اصلا خوش آمدن ها براتون هیچی و هیچی نبودن الا خاطرش چیزه. خب حالا اگه عاقلان است که در افقهای دور خودش ارزیابی کنه دیگه، حالا چرا ما این مکانیسم زندگیمون غافل از اون افقهای دور نگاه کنیم؟ چی میمونه برامون؟ نابودی میمونه. حضرت اومدن همین کارا بکنن دیگه که این افق جهت، افق و جهت روح ما را بندازن به اون دورها تا نزدیک ها ما را نرو باید، نه نزدیک ها از دست ما بره. چی تا حالا گفت از دنیا را نخواهید؟ به معنای واقعیت آیت الهی میگن آقا تو نگاهت به دنیا اگر غلط باشه دنیا تو را میرو باید، در صورت که بنابود دنیا در استخدام تو باشه. خب حضرت اومدن با ما همین کار را بکنن. کی گفت که مسائل انسانی و طبیعی را انسان پشت کنه بهش؟ گفتن که بپا لجن مالش نشی، لگد مالش نشی. که مثلا روشنی آقا هر کس افقهای دور را نگاه کنه امروز راحت تر ارزیابی میکنه. افقهای دور نگاه کردن در احوالات و حالات و میلها و چی بگم همون حال خودت را در آینده نگاه کنی خیلی ارزش داره. این در غیر دین در هیچ جا پیدا نمیشه، خیلی زیاد در غیر جا پیدا میشه. شما در فلسفه تاریخ مکانیسم حادثه ها را میتونین آینده نگری کنین، غیر مسلمان هم این کار کردن، اما حال خودت را بتونی ارزیابی کنی این چشم علوی و نبوی میخواد. حالا ببین فرمات چی میگه. آقا تو که متوجه این زمان موقت رو بوده میشه توسط مرگ. خب حالا این مرگ چیه؟ نگاه کنید، او ماتن خالصا، مرگ رو باینده میاد سراغت. حالا چیه این مرگ؟ فإن الموت حادم لذاتكم، این لذات ذاتتون رو منحدم میکنه. و ملکت و مکدر و شهوات کن، شهواتتون رو کدر میکنه، چیزایی که میخواید. حالا باز شهوت اما اشتها که خودمون میگونه ما یشتن تقاضاها طلبها، آقا دیگه نمیخواید. خیلی چیزایی که حالا میخواید نمیخواید. گاهی شده از آدم خیلی دوستش رو دوست داره، اصلا همینطور به فکر اونه، تماما دلش میخوادش، یه مرتبه یه حادثه پیش میاد اصلا دیگه نمیخوادش. یعنی این طلب دوست براش کدر میشه. خب تا اینجا چیزی نیست. حالا اگه تمام خواستهای ما دنیایی بشه، حالا همه اینا رو نخواد، حالا چیکار کنیم؟ چیزی هم جاش نیست.
اگر حالا برگرد اول خطبه که فرمود که چی فإن تقوى الله مفتاح الصلاة، اگر حریم خودت رو طور تنظیم کنی که جهت جانت به حق باشه، و حالا مرد که مکدر میل هاست اول عیش هست والله. حالا را دور نریم، انشاءالله رجب در پیشه، همه دون دلتون میخواد حالا که ای کاش این حوضها و گرسنگی ها و خیالات قضا خوردن و عیش سر سفره نشستن ها کم میشد تا تمام رجب و شعبان و رمضان را روزه میگرد انشاءالله. گیردون کجاست؟ گیردون این میل هاست که کدر نیست، میل هاست که سرحال است و میدانداری میکنه دیگه. آره گاهی آدم قضا رو نمیخواد، عیش قضا رو چطوری از دست بده، عیش خوردنش رو چکار کن. گاهی دیدین آدم گرسنش نیست اما کیف خوردنش رو نمیتونه ازش بگذره، میشینه قضا میخوره برای که اون کیفش کیف خیالیه. چیزی که خیلی اهل دنیا رو در قیامت اذیت میکنه این که نمیتونه عیش کنه با خوردن. روش من یه بار بحث میکنم انشاءالله، یه اشاراتی هم فکر کنم تو بحثایی که راجع به روزه شده از کرده باشه. حالا شما حساب کنید این مرگ خیلی کارا میاد ازش. اولا خوش آمد برای اونهایی که اصلا دنبال همینن که دست از سرشون این میلهای دنیایی بردارن، این برای اینا. ولی این ضمیر کو مال ما، مال خود منه که میگه آقا تو این خواستهات که دوستشی داری میره، پس به فکر رفتنش هم باش. چو روش کار کنیم. یه وقت آدم میخواد، یه وقت آدم بچهش هم میخواد ولی میدونه که بالاخره یا شوهر میکنه یا زن میگیره میره، نمیذاره این خواستها اونچنان غلبه کنه به جانش که ماورایش رو نبینه. اینه که آدم از پا در میاره. امام میفرماد که آقا این خواستنها کدر میشه، یعنی اصلا دیگه نمیخواه. و وقت وای اگه حالا که نمیخوای تمام وجودت همه خواستنها باشه. یه مثال میزنم حالا بعدی نمیدونم روانکاوی آدمایی که قبل از مردن میل جنسیشون از دست میدن رو چقدر دارید، به قدری اذیت میشن. یعنی یکی از عزاهای طرف نیست که مثلا سن شده از 50 سال دیگه میل به جنس مخالف نداره، این دکتر دو دکتر، این اذیت به اون اذیت، این تقاضا این دو چی میخواد؟ اون که کدر شده از دیگه نمیخواد میخواد، هم دیگه نمیخواد این جنس مخالف، هم این که اون خواستن جنس مخالف را میخواد، اون احوالات رو جهد دست داده. ولی نیمه حالا برعکس، اولیا عکسشن، اولیا نه همون اولیه نمیخواد، خودش نمیخواد، این نه میل بدنیش فروکش کرده است ولی تقاضای خیالیش باقی است. مرحوم جهانگیر خان قشقایی رحمت الله علیه وقتی از دهاقان سمیرم اومد به اصفهان و در اصفهان موندن مدت ها، ایشون گذاشته بود پشت سرش، خودش گذاشته بود اون میل را پشت سرش و اومد. اون طوری نیست حالا، الا اینکه مثلا همسری اگه داشته باشه اون باید حقش را ببخشد، مگر نه از اون جهت معذیت کرده است که حقوق همسرش رو رعایت نکرده، که حتما مرد الهی سو کاری کرده است که باید میکرده، وگر نه این صعود رو نداشت. مثال حالا رو این فکر کنی، روز قیامت چیز عجیبی سوا قصه یه طرفی که اراده نکرده است که نخواهد ولی نمیخواد، یعنی نخواستنی دارد که این نخواستن نمیخواد و مکدر که این کاره میکنه، مرگی کاره میکنه و مکدر و شهوات میکنه. بعد میفرماد آدم ها این مرگ کارها میکنه، بذارید و مباعد و تیاد تیاد کن، این مرگ اندیشه هاتون از هم جدا میکنه. البته دو معنا کردم من، این یکیش رو غالب میدونم، اون کمه،
یکی هم معنی منازل سفر رسیدن بکرن خیلی نمیشه با ذهن خودشون بعضی از مفسرین بکرن حالا یعنی چه مرگ اندیشه ها را پراکنده میکنه فکر این چیزی نیست گفتن اون دومی لغت را میگیریم یعنی منازل را دور میکنه نه همون اولی هم میگیریم ببین چه حرفهای حضرت داره حکیم بزرگی که مطلق حکمت در متن عالم بشری حرف داره خیلی عجیبه گاهی آدم به جنگ میرسه که دیگه جمع نمیتونه بشه که من اگر این کارا میکنم پس علا کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک فثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته نغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت قلبی که قرآن برش نازل کردی و به حقیقت اهل البیت و به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بده الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی و عبودیت ما در مقابل قدس اعلای خودت بپذیر پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار الهی به حق حسین این انقلاب را از آفاتی که تهدیدش می کند مسون و محفوظ بدار پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به عالم اسلام را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدا پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به واردن به ما عطا بفرما خدایا ما را مسلمان بمیران صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.